سخن هفته. هموطنان گرامی سلام عرض میکنم. نام من نور حمد خالدی است و با تقدیم برنامه جدید سخن هفته در خدمت شما قرار دارم. در برنامه امروز موضوع حکومت طالبان و مخالفان سیاسی طالبان را مورد مباحثه قرار میدیم و از جمله در مورد گروه مقاومت دوم مکس کرده و مورد ارزیابی قرار میدیم. طوری که همه ما میدانیم با پیروزی مجدد طالبان در افغانستان و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امیدها و آرزوهای یک تعداد بزرگی از مردم افغانستان برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک، قانونمند، متکی به قانون اساسی و ترقی و تعالی و رفتن و ایجاد یک جامعه شکوفان متمدن در افغانستان همقطار با سایر کشورهای جهان نقش بر آب شد و ایجاد دولت طالبان طوری که تجربه 6 ماه گذشته نشان می‌دهد هیچ گونه تغییری در عقاید و افکار افراطی طالبان در مورد مظاهر تمدن امروزی، در مورد ارزش‌های جوامع متمدن امروزی، تفاوت در نظریات طالبان بین سال در 20 سال گذشته واقع نشده و طالبان هنوز هم امو مردم متحجر و منجمد فکری که 20 سال قبل بودن هنوز هم به مو شکل باقی ماندن و تمام هدفشان تطبیق کردن ارزش‌های پوسیده دهاتی بالای تمام جامعه و زیر پا گذاشتن تمام ارزش‌های جوامع شهری به نام اسلام یا زیر نام یا زیر شعار اسلام می باشد. در حالی که 56 کشور اسلامی دیگه در جهان برداشتشان از اسلام و شریعت اسلامی با برداشت طالبان کاملا متفاوت است، طوری که در کنفرانس اسلامی که چند ماه قبل در اسلام آباد دایر شد شاهدش بودیم، هیچ کشور اسلامی حاضر نشده دولت طالبان به رسمیت بشناسد تا کنون و هیچ کشور اسلامی سیاست‌های افراطی طالبان در قسمت تطبیق آنچه یا شریعت اسلامی میگن مورد تایید قرار نداده. این خود به خود نشان میده که در جامعه تعداد زیادی از مردم هستن، تعداد زیادی از گروه ها هستن که با طالبان افکار با طالبان توافق نظر ندارن در زمینه های مختلف، در زمینه حکومت داری، در زمینه حقوق اجتماعی، در زمینه حقوق بشری مردم و در زمینه تعلیم تربیت و غیره. از این جهت اختلافات ناگزیر روز به روز بیشتر شده میده در بین طالبان و سایر اقشار جامعه افغانستان. در دولت طالبان تنها قشری که در قدرت است قشر ملا و مولوی است و چلی و طالب، تمام اقشار دیگر از نظر دور نگه داشته شده اند. با آنکه آمدن طالبان سبب ازی شده که ما عناصر مافیایی دولت گذشته از قدرت خلاص شوند و اشخاص فاسدی که در طول 20 سال گذشته به میلیاردرها تبدیل شده بودند با غصب دارایی های مردم، با فساد دولتی،
با فساد از کمک های خارجی یا حقوق مردم غصب کرده بودن، زمین های دولتی را غصب کرده بودن. این اشخاص از کشور متواری شدن، بیشترشان البته هستن، تعداد زیادشان کنوز هم در افغانستان هستن. این یگانه جنبه طرف تایید موجود دولت طالبا همین موضوع است که طالبا با ایجاد دولت مجددشان گروه های فاسد از افغانستان، دست گروه های فاسد از دولت افغانستان و مردم افغانستان کوتاه کرد. در غیر از او مرجی میکشم جنبه های مثبت برای در طالبان جستجو کنم، من مشکل دارم برای یافتن همچون جنبه ها که ما با او دل بسته کنیم و به آینده امیدوار باشیم. هر امیدی هم که برای تغییر طالبان و انطباق از او به جوامع امروزی، جوامع متمدن امروزی، ارزش‌های امروزی، جوامع بشری وجود داشت، شش ماه تجربه نشان داد که یا همه خیال و خواب بوده و این واقعیت نداشته. طالبا از لحاظ فکری تغییری نکرده، افکار از او وابسته به مو تعریف های منجمد و متحجری است که در مکاتب دیوبندی، مدرسه های دیوبندی، جماعت اسلامی و غیره در پاکستان آموختن. از اکثریت ازیا از تاریخ کشور خود بیخبر هستند. در هیچ اکثریت ازیا مکتب نخوندن در افغانستان، مکتب ابتدایی را نخوندن، مکتب عالی را نخوندن. بنابراین این مردم نه از تاریخ افغانستان آگاه هستند و نه به ارزش های ازیا برایشان قابل اهمیت است. و اخیراً در صدد تغییر نصاب تعلیمی مکاتب هستن و حتی شنیدیم که در کوشش میکنن که مضمونی به نام جهاد در مکاتب دست داده شود. این فوق‌العاده خطرناک است، این فوق‌العاده خطرناک است. ما اطفال خود، اطفال بیگناه خود، معصوم خود به توریست ها آینده تبدیل خواهیم کرد و افکار توریستی رو به او دست خواهیم داد. به این خاطر ناگزیر در افغانستان گروه های مختلف برای از یک طرف برای اصلاح طالبان در فعالیت هستند، تعدادی هم برای نابودی طالبان در فعالیت هستند، تعدادی هم برای ایجاد معامله و دوباره برگشتن به قدرت های گذشته خود در نظام هست تا بتونن دوباره به جایدادهای غیر منقولی که از در افغانستان باقی مانده از ایشان دوباره دسترسی پیدا کنن. از جمله کسایی که مخالف این نظام طالبان هستند، یک گروهی است که به نام گروه مقاومت پنجشیر در پنجشیر ایجاد شد و نام خود را ماندن گروه جبهه مقاومت ملی افغانستان. و حامیان این جبهه مقاومت خود جبهه مقاومت دوم میخوانند، چون جبهه مقاومت اول همو جبهه مقاومتی بود که در برهبری احمد شاه مسعود قبلا در مخالفت با دور اول حکومت طالبان ایجاد شده بود و با مداخله امریکا در افغانستان در 2001 دوباره به قدرت رسیدن. البته در این جبهه مقاومت بر علاوه نسل دوره اول مقاومت، تعدادی از جوان ها هم شامل است که یا
با افکار جدید و با بینش جدید و با یک تصور جدید از یک آینده که پیششان مجسم است در این جبهه شامل شدند. اهداف متفاوتی را از در مقایسه با نسل اول در نظر دارند. ما از نسل اولی که در این جبهه در ایجادش سهم گرفتن کسایی را که نام گرفته شده اینجا من یک توییتر دارم از این جبهه که در ما 24 سپتامبر ماه در 24 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی یعنی درست کمتر از یک ماه بعد از پیروزی طالبا و سقوط دولت جمهوری اسلامی ای نوشته شده و او در او خبر میده که روز گذشته تحت ریاست امیر صاحب احمد مسعود، امر الله خان سرپرست ریاست جمهوری، صلاح الدین خان، مجاهد خان، ایزدیار صاحب، معنوی صاحب، اغبر صاحب، خانقا رضایی و ذوالمحمد نوری دیدار داشتیم با جلال ماب امام علی رحمان رئیس جمهور دوست تاجیکستان در مورد افغانستان اشغال شده. خب در اون زمان به گفته صدای امریکا رهبران جبهه مقاومت پنجشیر به تاجیکستان پناه برده بودند، ولی همچنان به گفته صدای امریکا استخبارات امریکا یا اعضای سیایی بعضی کسایی که تماس گرفته شده بود تایید کرده بودن که این رهبرای جبهه مقاومت پنجشیر به تاجیکستان فرار کردن. خب هدف این جبهه چیست؟ از قرار معلوم تا حال این جبهه قادر نشده تا خط مش سیاسی خود اعلام کنه. این جبهه یک منیفست تازه نشر نکرده، یک منیفست نشر نکرده که در او اهداف سیاسی خود نشر کنه و دیدگاه های خود مورد به صورت دقیق فرمول بندی کرده باشه و برای جوان ها و اعضای خود و مردم نشر کنه. از خلال صحبت های لطیف پدرام برمی‌آید که در اینجا اختلافات زیادی بین اعضای این مقاومت وجود داره. این اختلافات ناشی از است که یک تعداد از اعضای نسل قبلی به دنبال دست یافتن دوباره به مقامات و پایگاه های سابقی خود در دولت هستن و در صدد معامله با طالبان می باشند، یعنی می خواهند به شکلی از اشکال با طالبان دوباره به صورت یک معامله انجام شده که تا دوباره یا بتونن به قدرت دست پیدا کنند. به گفته پدرام نسل جوان این قبول نداره و نسل جوان می خواهد هیچ معامله با طالبان صورت نگیره، به حساب رضا قمامون تمام پلها شکسته یا هیچ وجه مشترکی در اینجا وجود نداره که یا بتونن با طالبان دوباره معامله انجام بتن و شریک آنها کردن. این گروه این جوان ها اخیراً یک اعلامیه تازه نشر کردن و نام خودم ماندن که جنبش ایستادگی برای آزادی و عدالت. البته میگن که هدف ما مبارزه نظامی و سیاسی در سرخط اهداف ما قرار داره. میگن اکثریت قاطع جوانانی هستند که در خارج و در داخل افغانستان میباشن و میگن که این نسل نو منتظر معاملگری کسایی که در دولت گذشته سهیم بودن با طالبان نیستن و راه خود از این جهت با اوها با اشخاص وابسته به نظام قبلی جدا کردن و میگن که هدف ما
آزادی، اقتدار و عدالت است، نه تساهل با گروه طالبان. و بهتون بیان میکنن که علت شکست مقاومت اول در حقیقت عدم پایبندی به ارزش هایی بود که مقاومت به خاطر از او ایجاد شده. یعنی تو بیان میکنن که در طول 20 سال گذشته که این دولت، که این نسل اول مقاومت در دولت سعیم بود، به ارزش های مقاومت عمل پشت پا زد و در معامله با کرزی و بعدن با غنی یا راه خود از راه مسعود به اصطلاح جدا کردن و می خاطر یا شکست. خب اینجا موضوعی که مطرح میشه ایست که این نسل نو به دنبال چی است؟ این نسل نو مقاومت به دنبال چی است؟ لطیف پدرام اظهار میکنه که نسل نو یک افغانستان فدرالی را میخواید که در او واحدهای فدرال خود مختاری داشته باشه. همچنان یکی دیگه از جوانای این نسل نو مقاومت به اصطلاح بیان داشت که ما رای خود از دیگه از پشتونها به اصطلاح جدا میکنیم برای از اینکه ما هیچ وجوه مشترک با هم نداریم. حتی تا جای در این قسمت پیشروی صورت میگیره که میگن یا که ما تا سرحد تجزیه افغانستان در این قسمت پیش میریم. مهم است که ما باید بدانیم ارزش های نسل اول مقاومت چی بود. ما از عمل کرده 20 سال ای افراد در دولت گذشته دیدیم که ارزش های را که ای افراد خود با او وابسته می دانن تمامیت خواهی کامل است در سیاست افغانستان.